سلام، اگه یادتون باشه 3-4 ماه پیش من راجع به این حرف زدم که یه مفهومی وجود داره به اسم ایمنی جمعی، که وقتی یک مریضی میاد توی یه جامعه، اگر جامعه به ایمنی جمعی رسیده باشه اون بیماری دیری نمی پاید و از بین می رود. و گفتیم دوتا مکانیزم عمده هم وجود داره که این ایمنی جمعی حاصل بشه، یا ایمنی گله، هرد ایمیونیتی. سازوکار اصلی اینه که خب ما یه جامعه رو واکسن میزنیم و به واسطه اون واکسیناسیون عمده مردم ایمن میشن. یه راهش همینه که نه، ممکنه آدم ها مریضی رو میگیرند و به واسطه ایمنی که بعد از اون مریضی ایجاد میشه ایمن میمونن. مثل بعضی از بیماری که مثلا شما اگر یه بار تو کودکی بگیرید دیگه بعدن نمیگیریدش. خلاصه ایمنی میتونه یا به طور طبیعی به واسطه عفونت ایجاد بشه، به واسطه بیماری که گرفتید، یا به خاطر یک واکسن. بعد راجع به این صحبت کردیم که خب به عنوان سیاستگزار سوال اینه که اگر یه جامعه میخواد به ایمنی جمعی برسه باید چند نفر از اون جامعه تک به تک این ایمنی توشون ایجاد شده باشه. بعد راجع به این صحبت کردیم که فرض کنید شما میخواین واکسن توزیع کنید توی جامعه و سوالتون اینه که خب من اگر 70-80 میلیون آدم دارم چند تا واکسن باید استفاده کنم؟ این سوال اصلی. اصطلاحاً آستانه ایمنی جمعی کجاست؟ ما به چه میزان واکسن نیاز داریم؟ بعد راجع به این صحبت کردم که احتمالاً تو اخبار شنیدید خیلی جای مختلف که راجع به این حرف میزنن که اگر ما 70% جامعه ای رو ایمن کنیم اون موقع ایمنی جمعی حاصل میشه. بعد ما راجع به این صحبت کردم که این 70% از کجا اومده، چرا اینقدر معروف این عدد، از کجا میشه مطمئن شد که این عدد همون عددیه که توی جامعه ایرانی کار میکنه توی جامعه دیگه هم کار میکنه. خلاصه اگه یادتون باشه خلاصه اون حرفا این بود که به 1001 علت میتونه این 70% عدد درست نباشه. اصلی ترین دلیلش هم یادتون باشه این بود که گفتیم این عدد از دل محاسبات خیلی ابتدایی و از مدل‌های قدیمی میاد، که گفتیم مثلا هم بهشون میگیم فولی میکس پاپولیشن، یعنی مدل‌هایی هن که در نظر نمیگیرن که جامعه چه پیچیدگی هایی داره توی ارتباطات افراد با هم. منظور از پیچیدگی اینه که یه آدمی میتونه با یه عالم آدم مثلا در ارتباط باشه، یکی میتونه با آدمای کمی در ارتباط باشه، آدما میتونن گروه‌های تشکیل بدن و رفتارهای مردم توی گروه‌های مختلف میتونه با هم تفاوت داشته باشه و همه این اصطلاحاً ناهمگنی‌ها در شبکه ارتباطی افراد یا در شبکه انتقال بیماری میتونه تأثیر خیلی خیلی جدی روی همه‌گیری داشته باشه. و دو تا پارامتر خیلی مهم همیشه توی همه‌گیری وجود داره بین بقیه پارامترها، یکی اینه که آستانه شروع بیماری کجاست و یکی اینه که خب اگر بیماری رخ بده تا چند اندازه میتونه بزرگ باشه، یعنی چند درصد جامعه رو میگیره. این دو تا پارامتری که میگن اندازه و آستانه یک اپیدمی، دو تا پارامتری که خیلی مهم. حالا من توی اون ویدیوهای قبلی خیلی مفصل راجع به این حرف زدم. بعد از اون ماجرا ما فکر کردیم به این که یه مدل خیلی ساده ریاضی توسعه بدیم و نشون بدیم که چرا این ناهمگنی ها میتونن خیلی تأثیرات بسزایی روی این پارامترها بذارن. به طور خاص ما خیلی برامون مهم بود که نشون بدیم این آستانه ایمنی جمعی به راحتی میتونه از بین بره، یعنی شرایطی میتونه پیش بیاد که حتی اگر شما خیلی زیاد واکسن بزنید، یعنی 90% واکسن بزنید مثلا و واکسن هایی که کاملا کار کنن، یعنی اگر یه نفر واکسن زد 100% هم ایمن بشه هم بیماری رو به کس دیگه منتقل نکنه، حتی با وجود اینها ما می‌خواستیم بگیم که در ایدئال ترین شرایط باز هم ساختار شبکه انتقال بیماری میتونه تأثیرات خیلی خیلی بزرگی روی این پارامترها بذاره و برای همینه که اینقدر مسئله همه‌گیرشناسی مسئله سختی. اصلا ما به یه
چیز خیلی میشه بگی ساده فکر کردیم و مدل کردیم و نشون دادیم و به طور مفصل من راجع به جزئیاتش حرف خواهم زد احتمالا توی کنفرانسی به زودی هفته دیگه. من این مقاله رو توی کنفرانس نتسای اکس پرتغال ارائه میکنم و بعدش به نظرم فرصت پیش میاد که توی ایران هم مثلا یه جایی ارائهش کنم و میتونه جزئیاتشو ببینید. اما خلاصه داستانو براتون بگم، خلاصه داستان اینه که یک ساختارهایی توی شبکه ها وجود دارن که اونقدرها بدیهی نیستند. مثلا چی؟ مثلا وقتی شما میخواین یک شبکه ای از روش های ارتباط آدم ها داشته باشید، اون موقع به این سادگی نیست که بتونید تشخیص بدی کی با کی در ارتباط. بهتر بخوام بگم آدم ها همیشه توی یه سری گروه های اجتماعی زندگی میکنند و ممکنه این گروه با یه گروه دیگه رفتارش کاملا متفاوت باشه و هر گروهی به طور جمعی برای خودش یه سری ارزش ها، یه سری رفتارها داشته باشه. یه چیزی که خیلی مهمه و به نظر ما رسید توی ابتدای این مدل سازی این بود که خیلی ساده ما میدونیم که از لحاظ تکنیکی فنی درجه هر آدم که یعنی تعداد ارتباطات اون آدم میتونه از شخص به شخص عوض بشه و میدونیم مثلا یک عامل هایی وجود دارن به اسم سوپر اسپریدر ها. سوپر اسپریدر ها آدم هایی هستن که تعداد زیادی لینک دارن، یعنی تعداد زیادی ارتباط دارن، درجهشون خیلی زیاده و اینا نقش به سزایی توی پیشرفت یک بیماری توی جامعه دارن، پخش یک بیماری واگیر دارن. واسه همین قبلا هم راجع به این صحبت کردیم که یک چیزی یه مفهومی وجود داره به اسم توزیع درجه در یک شبکه و مثلا راجع به این حرف زدم که این توزیع درجه میتونه از حالت نرمال خارج بشه و دو متاب توزیع میتونه کلفت باشه، به این معنی که دیگه به صورت نمایی افت نکنه و رفتارهای عجیب و غریبی که به واسطه این سوپر اسپریدرها پیش میاد و میشه خلاصه به واسطه یک توزیع درجه دوم کلفت پاورلا مدل کرد. اما این فقط مسئله توزیع درجه نیست که اثر جدی داره روی اپیدمی، خصوصا وقتی شما واکسن میزنید. خب بله، یک راه تئوری اینه که خب برید این سوپر اسپریدرها رو اول از همه پیدا کنید، واکسن بزنید، بعد به طور جدی آمار میاد پایین. اما خب دوتا مسئله وجود داره، یکی این که در عمل پیدا کردن این سوپر اسپریدرها کار آسونی نیست. دوم این که اگر دقت کرده باشین همه جای دنیا راه حل‌های خیلی ساده به دلایل مختلفی در عمل انتخاب میشه، یعنی در نهایت به جای اینکه همینطوری تصادفی به همه واکسن بزنن، در نهایت فقط اومدن یه سری گروه بندی کردن آدم‌ها رو وابسته به سن و مثلا بیماری و شرایط جسمیشون و توی گروه های مختلف دارن واکسن میزن و اصلا ایده این نیست که بریم سوپر اسپریدر پیدا کنیم به خاطر مسائل مختلف. برای همین در عمل این ایده کار نمی کنه. اما یه چیزی که خیلی مهمتره اینه که داده های مختلف و آزمایش ها و تحقیقات مختلفی نشون داده که در اینجور شبکه ها مردم دوست دارن رفتارهای شبیه به هم داشته باشن. یعنی یه گروهی هست که وقتی نگاه میکنید اکثرا توشون واکسن زدن و یه گروه هایی هستن وقتی نگاه میکنید اکثرا توشون واکسن نمیزن و دوست ندارن واکسن بزن. ما به این مفاهیم این شکلی که توی گروه ها آدم ها رفتارهای مشابه نشون میدن میگه مثلا هوموفیلی و این خیلی چیز مهمی. یعنی شما اگر دقت کنید، اگر شما جزو اون آدمایی باشید که واکسن زدید، احتمالاً نگاه میکنید که اکثرا مثلا دوستاتون هم واکسن زدن. بعد مثلا اگر یه فامیلی داشته باشید که اصلا مخالف واکسن باشه، میبینید اون آدم هم بیشتر با آدم هایی میگرده که مخالف واکسن هست. یا مثلا ممکنه یک قشری باشن که از لحاظ اعتقادیشون با واکسن مشکل داشته باشن، یا یک گروهی باشن که مثلا از لحاظ سیاسی با واکسن مشکل داشتن. به هر حال ما گروه ها داریم و این گروه ها آدم ها توشون ارتباطات بیشتری با هم دارن تا با خارج اون گروه.
و توی هر کدوم از این گروه های رفتاری هست، این تعریف هوموفیلی. برای همین سوال ما این بود که اگر بخوایم اثر هوموفیلی رو روی این پارامترهای اپیدمی اندازه گیری کنیم اون موقع چی میشه. حالا ما این کارو کردیم، ما اومدیم یه سری شبکه درست کردیم، مدلمون اینجوریه، یه شبکه‌ای که توش هوموفیلی رو به شدید درست کردیم، بعد اومدیم بخشی از اون شبکه رو واکسینه کردیم، حتی با واکسن‌های خیلی خوب، واکسن‌های ضعیف‌تر، با درصدهای مختلفی که واکسن‌ها کار کنن. نتیجه قابل توجه اینه که اگر شما همین چیز خیلی ساده رو بیاید لحاظ کنید، یعنی هوموفیلی در استفاده از واکسن رو لحاظ کنید توی مدل، می‌بینید که حتی در ساده‌ترین حالت‌ها اون آستانه ایمنی جمعی میتونه خیلی عوض بشه و با معرفی کردن یه پارامتر کوچیک به این مسئله یه دفعه عواقب عجیب غریبی توی مدلتون پیدا میشه. و همونطور که گفتم، اگر برای یک بیماری که داره توی جامعه پخش میشه هوموفیلی از یه حدی بیشتر باشه، اون موقع اصلا رسیدن به آستانه جمعی معنی نداره و این خیلی چیز عجیبیه. یعنی در عمل شما اگر هوموفیلی خاصی پیدا کنید توی جامعه، یا جامعه بره به سمتی که اون میزان از هوموفیلی تو شکل بگیره، تقریبا کار برای شما غیر ممکن خواهد بود. و از اون طرف وقتی هوموفیلی داره اینجوری نقش بازی میکنه، اندازه اپیدمی هم که شکل میگیره، تعداد آدمایی که مریض میشن هم به طور یک نوایی با میزان هوموفیلی زیاد میشه. یعنی هر چقدر هوموفیلی بیشتر باشه، اندازه اپیدمی هم بیشتر میشه و این رفتار کاملا یک نواست وقتی واکسن کامل کار کنه. پس وقتی ما واکسن داریم و هوموفیلی داریم، دو تا اتفاق عمده میفته. یکی این که آستانه ایمنی خیلی میره به سمت در دسترس نبودن و این آستانه خیلی بالا میره. دو این که اندازه اپیدمی که شکل میگیره زیاد میشه به طور یک نوا، با فرض اینکه واکسن هم توپ به توپ کار میکنه. یه نکته خیلی بامزه هم اما وجود داره راجبه اندازه اپیدمی وقتی واکسن ها خوب کار نکنن. و اون موقع میبینیم که اگر واکسن ها 100% کامل نباشن، یعنی در مریض شدن شما تأثیر کمتری بذارن وقتی واکسن رو میزنید یا در انتقالش، اون موقع میبینیم که به جای اینکه سایز اپیدمی، اندازه اپیدمی به طور یک نوایی با هوموفیلی زیاد بشه، این میره به ماکسیموم میرسه و کم میشه. و این نشون میده که یه هوموفیلی ویژه‌ای وجود داره، یه میزان خاصی از هوموفیلی وجود داره که اون جامعه میتونه مریضی بیشتری آسیب بهش بزن اگر تو اون میزان باشه. به طور خاص مثلا بیماری هایی که خیلی مصری نیستند، اصطلاحا اون عدد سرایت پایشون کمه، به طور ویژه میتونن از این خاصیت استفاده کنن. یعنی اگر توی شبکه انتقال بیماری هوموفیلی قابل توجه وجود داشته باشه، یا بهتر بگم یک هوموفیلی خیلی ویژه‌ای وجود داشته باشه، اون موقع یه بیماری خیلی ضعیف در سرایت میتونه به شدت بیاد و مردم رو مبتلا کنه، حتی اگر شما میزان قابل توجه واکسیناسیون انجام داده باشید. خلاصه گفتم که این مقاله جدید ما خیلی بامزه است از نظر خودم، چون خیلی فرضایی داره که هر کسی میتونه بگه خب ما هم میتونستیم اینا رو بهش فکر کنیم، ولی خب حالا ما فکر کردیم هم انجامش دادیم و تغییرات خیلی ساده توی مدل‌ها انجام دادیم و نتایج خیلی شگفت انگیزی گرفتیم. برای همین دوست داشتم با شما در میون بذارم. اگر دوست داشتید میتونید برید مقاله رو بخونید، مقاله روی آرکایو وجود داره، من هفته دیگه اینو ارائهش میکنم توی کنفرانسی. اگر پخش زنده داشت لینکش رو استوری میکنم که ببینید، ولی به هر حال احتمالاً توی این ماهی که در تا قبل از تمام شدن سال خورشیدی، حتما من سعی میکنم یک بار با جزئیات راجع به این حرف بزنم و دوست دارم همکارایی که توی ایران داریم هم نظراتشون راجع به این کار به هم بگن، حتی اگر دسترسی به زوم یا این کنفرانس ندارم.
خوب باشید و بلا به دور.